4. داروهای دکتر الوان تقریبا هیچ اثری نداشت. چند روز بعد وقتی الیاس و میترا توی رستوران خلوتی شام می‌خوردند، الیاس برای اولین بار محتوای صدا را به وضوح شنید. کسی از پشت سر او را صدا می‌زد. وقتی عقب برگشت، کسی نبود، اما شنید که همان صدا می‌گوید: بیا اینجا الیاس، اینجا. به جز آنها کسی توی رستوران نبود. خون توی چشم‌های الیاس جمع شده بود. میترا با ترس گفت: حالت خوبه عزیزم؟ الیاس چنگال را توی بشقاب سالاد رها کرد و با کف دست شقیقه‌هاش را فشرد و چشم‌هاش را بست. پنج. همه توی پاجیروی آلبالویی رنگ فریدون نشسته بودند. ماشین پشت چراغ قرمز چهارراه پارکوی ایستاده بود. فریدون گفت: امشب همه مهمون من، فرهزاد. What do you think؟ پریسا گفت: من هستم به شرطی که یاسی و میترا هم بیان. یاسمن گفت: من و شهرام هم هستیم. میترا به الیاس که کنار شهرام روی صندلی جلو نشسته بود نگاه کرد. الیاس گفت: من حالم خوب نیست، ولی میترا اگه دوست داره میتونه با شما بیاد. فریدون گفت: بازم زده به کلت؟ شهرام گفت: الهی که من فدای اون کله خوشگلش بشم. دو ساعت شب نشینی که این همه ناز و ادا نداره. یاسمن گفت: شاید میخواد تارک دنیا بشه. چی کارش داریم؟ بچه ها زدن زیر خنده، اما وقتی همه ساکت شدند و ماشین را افتاد، الیاس آهسته زیر لب گفت: شاید. و این بار خنده بچه ها با صدای بلندتری پیچید توی ماشین. شش. الیاس روی صندلی پرتی توی پارک نشسته بود و داشت مقاله‌ای درباره کیفیت تکوین فعل خداوند می‌خواند. نوشتن تفسیری بر این مقاله به عنوان پروژه پایان ترم اجباری بود. دورتر پیرزنی روی نیمکتی سنگی نشسته بود و داشت جاکت مردانه‌ای می‌بافت. الیاس چند بار مقاله را خواند، اما چیزی از آن نفهمید. مقاله را گذاشت روی نیمکت و دستهاش را دراز کرد و گذاشت دو طرف پشتی نیمکت. سعی کرد مثالهایی از تکوین فعل خداوند تجسم کند، اما نتوانست. برخاست و از پارک بیرون برود که صدا مثل گلوله داغ نشست توی گوشش. هر کس روزنه ایست به سوی خداوند. اگر اندوهناک شود، اگر به شدت اندوهناک شود. الیاس نشست و ناخودآگاه فریاد زد: کی هستی؟ پیرزن دقیقه دست از کار کشید و وحشت زده به الیاس خیره شد، اما بعد شروع کرد به بافتن. الیاس هرچه منتظر ماند دیگر چیزی نشنید. حس کرد روحش به درد آمده است. حس کرد برخی زد، اما نتوانست. پاهاش را دراز کرد و زل زد به کفش‌هاش، به درخت‌ها، به پیرزن. پیرزن جاکت ناتمام را جلوی سینه‌اش گرفت و وقتی از درست بودن اندازه آن مطمئن شد، باز به بافتن ادامه داد.